بر روی عرشه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن. اینجا هدف این است که به رخ ایران بکشند که چه کسی این آبها را کنترل میکند. علارغم تهدیدهای ایران که گفته تحت شرایطی ممکنه این تنگه مهم و شاهراه حیاتی تجارت جهانی را ببنده. آمریکایی‌ها برای ادامه کنترل و سلطه بر دنیا و جلوگیری از سلطه متقابلی که اونهایی که امریکا برشون تو این سالهای طولانی بعد از جنگ دوم سلطه داشتن، جلوگیری از سلطه متقابل اونها بکنه، فقط یک ابزار در اختیار داره و اون بودن در خلیج فارس. و این رو ما تو برنامه داریم که امریکایی‌ها بود از خلیج فارس برون. استانس فیلترنر، دریا سالار آمریکایی که رئیس سازمان CIA در دوره جیمی کارتر بود، بعداً در مورد استراتژی حیرت انگیز قایق‌های تندرو در نیروی دریایی انقلاب اسلامی نوشت که این تجربه جنگ کلاسیک دریایی رو به هم زد. امریکایی‌ها از سال 64 در واقع حضورشون رو پررنگ کردن و سال 66 در واقع عملا اینها دیگه اومدن توی میدان و در واقع پشتیبانی کردن صدام رو. ما هم تو دهنی به اینا زدیم. ما حالا بسیارش از لحاظ امنیتی هنوز که هنوز نمیتونیم در واقع باز کنیم. ما 6 تا سیلی محکم با امریکایی ها زدیم. زمانی بود که آمریکایی‌ها با پررویگری و با پررویی اومدن اعلام کردن که هر کشتی در لوای پرچم ما قرار بگیره کشتی نفتی، ما اسکورت می‌کنیم و میاریم داخل خلیج فارس. اینا کویت، کشور کویت اون مقطع گفت که ما آمادگی داریم، که قرار بیان شد که اولین کاروان امریکایی‌ها که ناوهای نظامی بودن و دو تا از این کشتی های کویتی که تغییر پرچم داده بودن و تغییر اسم داده بودن به اسم کشتی ارخا که تبدیل شده به بریجتون، کشتی بود یکی از بزرگترین کشتی های نفتی دنیا با ظرفیت 402,000 تن، یعنی بیش از 3,000,000 بشکه. اون موقع CNN اون تازه راه افتاده بود، هر کاری که تو این کشتی ها صورت میگرفت CNN زنده نشون میداد. مثلا میخوان تغییر پرچم بدن، مراسم میگرفتن، مراسم رو زنده پوشش میداد. تغییر کاپیتان میخواستن بدن، مراسم میگرفتن، پوشش میداد زنده. در روز دو بار سه بار اینو برنامه عادیش قطع میکرد، این کاروان رو نشون میداد که ما الان داریم مثلا وارد میشیم، فلان جا هستیم، بیسار جا هستیم. عمده اینا میخواستن اون ابرقدرتی خودشونو میخواستن به رخ کشوره به دنیا جهان سوم و در اولویتشون ماه بکشه که بله اگه آمریکا بیاد اینجوریه،
آمریکا دیگه مثلا عراق عملیات شبانه و دزدکی و یباشکی و تو خفا و این کارا رو نمی‌کنه، خیلی روز روشن میاد کارش رو انجام میده. هاشم بریشتون رو زد و 6 تا اسپرانس برای اسکورت کشتی بریشتون قرار داد. این 6 تا اسپرانس 6 تا اسپرانسی هستن که متعلق به خود ایران بودن، یعنی پول اینها رو ایران قبلا داده بود قبل از انقلاب و آمریکایی‌ها اینا رو به ما پس نداده بودن. برای شکستن اقتدار ایران این 6 تا اسپرانس رو گذاشتن اسکورت این سوپر تانکر نفتکش. لاسال، فاکس، کیت، کراملاین، اینا اسمهای اینها بودن که هم دو سه مورد از اینا رو بعدا توی شناسایی دریایی از نزدیک دیدنشون. مسئولین سیاسی و نظامی با هم میرن پیش امام که اولین کاروان داره میاد. امریکایی هم سر و صدا کردن، 40 روز سر و صدا دارن میکنن که حملات روانی روی ما میکنن، میخوان مثلا بگن که اگه این کاروان سالم رفت بگن شاه ایران شکست شد، ایران نتونست هیچ کاری بکنه، چی کار کنی؟ امام فرموده بودن که بزنید. خب بعضی مسئولین سیاسی گفته بودن که مسائل در واقع سیاسی پشت این هست، سیاست بین الملل و غیره، اینو چه باید بکنیم. خب بالاخره امام قانع میشن که مورد دیگه باشه. مسیر طی میشه، اینا 7-8 ساعت دیگه از تنگه که عبور کرد میاد میرسه یه مدل وسطای خلیج فارس. دوباره جلسه بعدی خدمت امام که آقا چیکار باید بکنیم. خب امام میفرماد که بزنید و دوباره بعضی مسئولین سیاسی دلائل میارن که شرایط رو مناسب نیست و مواردی هست. ظاهرا دوباره کار متوقف میشه، به جلسه سوم میکشه. حالا دیگه از محدوده منطقه یکم دریایی عبور کرده بود تو محدوده منطقه دوم دریایی. در محدوده منطقه دوم دریایی زمانی که میرن اینها دیدار امام، فرماندهان نظامی و مسئولین سیاسی، دوباره میگن آقا اگر این ناو برسه، این کشتی برسه به سواحل عراق و کویت، این اسکورت رو آمریکا یا صورت بدن، بعدن دیگه ما هیچ کاری از دستمون نمیاد، ما چه باید بکنیم، روش چیه؟ امام میفرماد خب برید بزنید. دوباره مسئولین سیاسی دلیل میارن. امام ظاهرا جلو نماز بوده، بلند میشن، جملهشون این بوده که نقد شده از کسایی که تو اون جلسه بودن که اگر من بودم میزدم. ما تصور میکردیم وقتی امام گفته حتما تصمیم بر همینه دیگه، ما رفتیم پای کار، رفتیم پای کار که اولین کاروان امریکا در تنگی هرمز مورد حسابات قرار بگیره. از یه طرف خیلی سخت بود، از یه طرف هم بچه ها خوشحال بودن که حرف امامو به مطلب برسونن. امام دستور داده ببین بچه ها کجا بودن. تعداد نفراتی که در این ماموریت شرکت داشتن زیر 20 نفر بودن
ولی خب فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این تو 2 مرداد سال 66 بود این ماموریت، یعنی تو شدت تابستون. میبایستی 80 مایل دریایی، خیلیه 80 مایل، هر مایل دریایی 1352 متر میبایستی طی میکردن تو این تلاطم دریا، تو این بار سنگین 6 تا مین بزرگ میخواستی میذاشتی رو این حرکت میکردی. ساعت 10 یه 35 مایل تا 40 مایل که بچه ها رفتن، ساعت 10 بود دریا تلاطم گرفت، به حدی تلاطم گرفت که اون مینهایی که روی ریل بود از هم جدا شدن، ریلا داشت میشکست، بچه ها حالشون خراب شد، بعضی بچه ها کف قایق افتادن و حالشون بد شد، ولی بعضی بچه ها رفتن ما بین مینها ایستادن، خودشونو ما بین مینها قرار دادن که مینها به آب پرتاب نشه. تا ساعت تقریبا غروب بود بچه ها به اون نقطه تاکتیکی که میبایستی میرسیدن رسیدن. شهید معدوی میگفت اسرمیت و مارمیت ولکن نلاهر، ما کجا برگردیم؟ دل امامو بشکنیم، ما عد بستیم با امام، خدا شده کسی اون لحظه یادش نمیره، ما به عد بستیم بچه ها. حتی به جایی بود که دست انگشت بچه ها رفت لای چرخ مینها و رای ریل. موقعی که رسیدیم به اون نقطه تاکتیکی مینها را جابجا کردن، بچه ها باز مونتاژ کردن اون شاخک هایی که آماده می شد، می بایستی آماده می کردن، آماده کردن اون مینها را روی اون تاکتیک خاصی که میبایستی ریخته بشه، ریخته نشد ولی ریخته شد، بچه ها سعیشون کردن ریخته شد، از منطقه جدا شدن. شناور 4 تا ناو جنگی 2 تا نفتی، ولی کشتی مورد اصابت قرار گرفت که بیش از 40 روز عملیات روانی انجام شده بود، تو رسانه ها بزرگ شده بود، این کشتی مطرح شده بود و همه دنیا کشتی بریشتون رو میشناختن، کشتی نفتی بریشتون. از 6 تا شناوری که اونجا دادن، این کشتی بریشتون مورد اصابت قرار گرفت. کار خدا، کار خدا، اصلا هیچ آدم ها دخیل نبود. This is ABC News Nightline. Substituting for Ted Koppel and reporting from New York. As tanker after tanker came under attack, the Kuwaitis, who felt most vulnerable, hit on a scheme to gain superpower protection. This involved getting ships reflagged. That means re-registered in the name of a country like the United States, whose warships would then be allowed by international law to intervene in the event of any attack. The aim of the Iraqis was this. نزدیک به 3 روز این ناوا سینه و پاشنشون رو لنگر انداخته بودن، چون تو دریا معمولا کشتی سینه‌شو لنگر سینه‌شو میندازه که آبی بر اون نبرش، ولی اینا سینه و پاشنه رو لنگر کرده بودن که کشتی اصلا تکون نخوره، میترسیدن که مثلا یه 5 متر جلو عقب برن یا چپ و راست بشن بخورن به یه مینه دیگه. One of the things I do not have a capability to do is to defend the tanker from a mine. When mines are laid, you don't just put one in the water normally, but rather seed a field in a restricted area. حالا بعد، حالا جالب اینه که بعد که میخواستن حرکت بکنن آمریکایی‌ها، این
بقیه کشتی را حرکت بدن. قضیه درست برعکس شد، یعنی اومدن اون دو سه تا نفتکش رو گذاشتن طرف ما، یعنی حد فاصله بین ما با خودشون، خودشون رفتن اون چند تا ناو آمریکایی رفتن طرف ساحل عربا، این کشتی نفتکش را گذاشتن طرف ما که اگر مثلا بخوان بعد از این قضیه ما بخویم به صورت راکت با موشک و راکت بهش حمله بکنیم، اول کشتیایی را که اونا میخوان اسکورت بکنن اول ما به کشتیا بزنیم، بعد یعنی نواشو در وضعیت امنیتی قرار بگیره. شش اسپرانس نیروی دریایی آمریکا، شش تا این ناوهای کاسیبر، برای اینکه احتمالاً موشک دیگه‌ای نیاد بهشون بخورن، نتونستن تشخیص بدن که این موشک نبوده. موشک دیگه‌ای بهشون اصابت نکنه، رفته بودن به پهلوی در واقع سمت چپ کشتی بریشتون که متمایل به سمت عربستان بود، ساحل عربستان، به اون پشت اون آرایش گرفته بودن. این عکس رو یک خبرنگاری که سوار هلیکوپتر بوده وقتی اینا رو دارن منتقل میکنن از روی این شناورها، از روی این ناوها، از بالا میگیره. اوج ذلت نیروی دریایی آمریکا رو اونجا نشون میده. مطلب بسیار عجیبی توی یک نوشتر بین ما و امریکا اتفاق میفت. هنوز که هنوزه نمیتونیم در واقع باز کنیم. ما 6 تا سیلی محکم با امریکایی ها زدیم. کلمانسو یا ناوهای از قبیل او اگر وارد خلیج فارس بشن، سرشون بنزن پایین بیان و برن، خب یا آب بین المللیست، نخوان کاری به جایی به چیزی داشته باشن، خب میان و میرن، کسی هم به اونها تعرضی نخواهد کرد. ما که شروع به ایجاد تشنج نمی کنیم، اما اگر چنانچه قصد تشنج آفرینی و تحریک داشته باشن، همطور که آمریکایی ها داشتن و چه فرانسه چه آمریکا و چه هر قدرت دیگری بخوان بیان اینجا تا اینکه قدرت خودشون رو در منطقه تحکیم بکنن، یقیناً برخورد به وجود خواهد آمد و در این برخورد آسیب پذیری اونها هم تو گفتم خیلی زیاده. سوپر تاندار در جنگ فالکلند بین آرژانتین و انگلیس، این هواپیما رو فرانسوی‌ها در اختیار آرژانتینی‌ها قرار دادن و آرژانتینی‌ها علیه ناوهای انگلیسی استفاده کردن. استفاده‌ای که علیه ناوهای انگلیسی شد، هواپیمای سوپر تاندار رو به خاطر داشتن موشک در واقع کروز هوا به سطح اگزوست، به یک هواپیمای مهم و مؤثر در جنگ‌های دریایی تبدیل کرد. فرانسوی‌ها این هواپیما رو کرایه دادن به عراقی‌ها. این هواپیما در عراق هم سوپر اتاندارد هم هواپیمای میراژ F1 و F2، اینا کارشون این بود که با دور زدن سواحل جنوبی خلیج فارس از روی خاک عربستان و همچنین کشور قطر و امارات بیان در محدوده تنگ هرمز و همچنین در مصب ورودی خلیج فارس شناورهایی که به ایران می آمدن و نفتکش‌های ایرانی رو بزنن. We'll be right back.
صادرات نفت ما نزدیک شد قطع بشه. ما 3 میلیون بشکه نفت واسطه میکردیم، صادرات نفت ما در بعضی از روزهای این ایام به زیر 100 هزار بشکه رسید، به زیر 100 هزار بشکه. قیمت نفت ما به 6 دلار در هر ازای هر بشکه، قیمت نفت جهانی اون موقعش 18 دلار بود، قیمت نفت ما 1/3 قیمت جهانی. همین پشت همین جزیره لارک، در جنوب جزیره لارک، ما نفتمون رو 1000 کیلومتر مجبور بودیم بیاریم اینجا و در به نوعی اینجا چیز کنیم، نفت رو صادر کنیم با نفتکش‌های کوچکتر با یه شرایط بسیار سخت. در یک چنین محیط ناامنی که بالاترین امکانات و تکنولوژی رو در اختیار صدام می‌گذاشتن، فقط به شکل جنگ چریکی و اقدام نامنظم دریایی این امکان وجود داشت که برتری دریایی اگر برای ما وجود ندارد برای کسی دیگه هم وجود نداشته باشد. لذا مفهوم مقابله به مثل از این زاویه در واقع شکل گرفت و این اقدام خب رقم خورد. و هر وقت که عراقی‌ها یک عملیات مقابله به مثلی رو انجام میدادن، بلافاصله جوابش رو میگرفتن. یعنی از طرف نیروی دریایی سپاه جواب این کار رو میگرفتن و ما هم کشتی‌هایی که به طرف عراق در حال حرکت بود یا به طرف یک کشورهایی که حمایت میکردن از عراق و امکاناتشون رو در اختیار صدام و رژیم بعث قرار میدادن، خب ما به تلافی این کار کشتی اون رو مورد اصابت قرار میدادیم و در بعضی جاها ما سبقت میگرفتیم. یعنی اگر اونا یک کشتی ما رو مورد اصابت قرار میدادن، ما 2 یا 3 کشتی اون رو مورد اصابت قرار میدادیم. آمریکایی‌ها می‌دونستن که خب برای اینکه این تعطیل بشود خودشون باید مستقیماً دخیل باشن. از طرف کشورهای جنوب خلیج فارس نمی‌خواستن که اینا وارد جنگ به صورت فیزیکی بشن، فقط پشتیبان کننده باشن. عراقی‌ها می‌دونستن که عراقی‌ها تمام‌بندی جلوگیری از اقدام مقابل ما رو نخواهند داشت. می‌تونن عملیات علیه ما انجام بدن و اینکه بتونن جلوی عملیات ما رو مثلا نیروی هوایی ارتش رو بگیرن که مقابل رسل نکنه یا نیروی دریایی ارتش رو بگیرن، میدونستن که عراق قادر نیست این کار کنه. خود امریکایی ها این نقش رو به عهده گرفتن. وسط عملیات کربلا 5 حضور فیزیکی در جنگ پیدا میکنن. بیش از در واقع 100 فروند ناو آمریکایی در منطقه بود، غیر از ناوهای استرالیایی، ژاپنی، کانادایی، ایتالیایی، انگلیسی و ناوهای از کشور، حتی ناوهای از شوروی سابقا روسیه. امروز امریکایی‌ها بعد از شوروی تقبل کردند که بیان نفت کویت رو ببرن. قرار شد که شوروی با کشتی‌های خودش بیاد، با اسکورت ناوهای خودش بیاد و نفت کویت را صادرات انجام بده براش. اولین کاروانی که شوروی خواست بیاد 2 تا کشتی نفتی بود با ناوهای جنگی. اسم اون کشتی یادم میاد، اسم کشتی که منهدم شد بعدش، اسم مارشال باگرامیان. 2 روز بعد در منطقه میانی خلیج فارس یک کشتی دیگه به اسم آنتوان چوخوف توی یک عملیات مقابل مصر مورد اصابت قایق‌های ما قرار گرفت. اطلاعاتی که رسید این کشتی در راستای تقویت عراق در منطقه حضور داشت و رزمندگان ما کشتی آنتوان چوخوف را مورد اصابت قرار داد. راستای کشتی شوروی بود، آرم داسا چکش شوروی بر بالاش. تصورم امریکای شوروی نمی‌کردن که اگه اونا دخیل باشن توی قضایای عراق ما مورد اصابت قرارشون بدیم. شوروی رسما به ایران التیماتوم داد، التیماتوم جنگی داد.
خب یه سری نگران شدن توی ایران، ولی فردا صبح زود شنبه عبدالحلیم خدام که اون موقع معاون هفت صدر رئیس جمهور سوریه بود با عجله اومد ایران و پیام از شوروی آورد مبنی بر این که خب آقا چرا من از زدید، من میگفتم از خلیج فارس میرفتم و کلا اوضاع برگشت کامل و شوروی هم از خلیج فارس رفت. شوروی پاشو کشید کنار در قضیه کورتوریف، آمریکا اومد جلو. This is a warning. Stop and abandon ship. I intend to sink you. The destroyer, the USS Strauss, firing a harpoon missile that disabled an Iranian warship beyond the horizon. از همین بچهای استان بوشهر اینا واقعا آمریکایی‌ها را داخل خلیج فارس به شدت عصبانی کرده بودن و به شدت اینا را مورد اذیت و آزار قرار میدادن، که ما اینکه اونا سعی میکردن یه مشکلات اینجوری برای ما درست بکنن. عجیب بود، یه چیز عجیب بود برای ما. میخواستیم برفتی در مقابل یک ناو، در مقابل یک تجهیزات امکانی، حالا شما حساب کنید یکی از این سلاحاش در دقیقه 3500-4000 تیر می نوازه. سخت بود. با چی بیریم؟ یکی بچه ها میگو با چی بیریم، اون میگو با چی بیریم. روزهای اول نمیدونستیم RPG را کجا بزنیم، چطور شلیک بکنیم، چون کار نکرده بودیم. ولی از دریا میدونستیم دریا چیه، جزرمت چیه، برد در نمیدونیم، همه میدونستیم. ولی سلاح سه تا چهار تا از این شناورها را که مورد اصابت قرار گرفت، بعد فهمیدیم که این شناورها یک تانکر دارن، تانکر گاز دارن، روش نوشته نو اسموکینگ. این وقتی یک RPG بهش میخورد کل پل فرماندهی آتش میگرفت. ناو 1 میلیارد دلاری امریکا اون زمان منهدم شد، ناو جنگی ساموئل بی رابرتس، ناو 1 میلیارد دلاری ساموئل بی رابرتس. فروند شناور با چیزی حدود 10-12 نفر پرسنل تقریبا روز دوشنبه یا سه شنبه این ماموریت انجام گرفت. روز پنج شنبه این اتفاق برای ناوشکن ساموئل رابرتس افتاد و دیگه اون تلفات سنگینی رو که آمریکایی‌ها متحمل شدن داخل اون ماموریت، که به اخبار اون زمانی که ما پیگیری می‌کردیم، اخبار اون زمان که ما خودمون پیگیری میکردیم، خودشو گفتن، مثلا BBC بود یا همین CNN بود، یکی از خبرگزاری خارجی گفتش که ما چیزی حدود 4-5 نفر کشته داشتیم و 16 الی 18 نفر هم مجروح داشتیم داخل اون ناوشکن ساموئل رابرتس. Here's a good little picture, hand-drawn picture of where the actual mine impacted the ship. And we were not only flooding, but we had fires. And as we're trying to combat the fire and we're pouring more water into the ship, we soon realize that what's going to take us down is not the fire, but all this water we're adding to the ship, because we're sinking. ناوشکن دیگه داشت غرق میشه. تقریبا میشه گفت که بیش از 50% ناوشکن آب گرفتگی داشت، یعنی پاشنه، چون پاشنش اصابت کرده بود با مین، پاشنه ناوشکن دیگه کامل داشت غرق میشد، فقط سینه طرف یک سوم یا بیش از نصف بقیه مونده بود که
که دیگه اینا کامل بره غرق بشه، که اینا بلافاصله یه داگ سیاری رو از مینا سلمان بحرین براش آوردن، این داگ رو زیر ناوشکن غرق کردن، آب داخلش آب کردن، بعد این ناوشکن رو آوردن روی این داگ قرار دادن، بعد به وسیله هوا آب اون داگ رو تخلیه کردن، اینو شناورش کردن و تونستن ناوشکن رو بیارن روی این داگ مستقر کنن که غرق نشه. در طول تاریخ نیروی دریایی ایالات متحده چنین تحقیری به هیچ وجه صورت نگرفته، وجود نداره. من سالها تاریخ نظامی درس دادم. اینکه یک نیروی دریایی با یک هیمنه و با ابهتی بیاد در یک عرصه‌ای و توسط یک قایق با یک تکنولوژی ساده، با یک مین، توسط 5-6 جوانی که بالاترین سطح سوادشون سوم راهنمایی بود، این هیچی نیست جز اراده الهی. یکی از سیلی ها بود. یه سیلی دیگه هم باز ما در 29 فروردین زمانی که 3 تا ناو از ما زدن، ما به تلافی اون سکویی که شرکت کرسنت آمریکا روش رو آتش کشیده، یه هلیکوپتر از در واقع عراقی ها همون روز از آمریکایی ها همون روز انداختیم. این دومین هلیکوپتر بود، این دومین در واقع سیلی بود. یکی دکش انگلیسی رو غرق کردیم، انگلیس هم دخیل بود، علیه ما دخیل بود، شهید هم دخیل بود. خانم تاچر اومده سفر عربستان بود، تو عربستان بود. تو همه ایامی که خانم تاچر عربستان بود به ما دستور داده شد که یه شناور انگلیسی رو که نفتی رو به نفع عراق داشت میبرد مورد حساب قرار بدیم. خب رفتیم ایستادیم تا شناورها رسیدند. شناوری که اومد با پرچم انگلیس بود تا 4-5 تا از این فرگتا و نافچه ها اطرافش گرفتن، با فاصله ها 1 مایلی 2 مایلی داره اسکارتش میکنن. ناف فاصله خیلی کم. این کشتی اومول بیگر وقتی این قایق 12 متری رو بخواستی برود زیرش، میرد لحظه به لحظه فکر میکره کشتی تو رو با این امواجی داره میبره پایین. 20 تا RPG رو آماده کرده بودم، 10 تاشو که زدم این بریج آتش گرفت. از اون طرفم آقای توسلی و آقای گرد شروع کردن، شعله ور شد، کشتی شعله ور ایستایی قرار نگرفت. این ناوچه‌هایی که توی اسکورت این قرار بودن با سر صدای ناخدا که میگفت میدی میدی دیس ایز، خودشو معرفی میکرد و داشت کمک میکرد، این ناوچه‌هایی که اطراف بودن فاصله گرفت. خب شروع کردیم آرپیجی ها رو گذاشتیم کنار، شروع کردیم با 37 میلیمتری. خب ما یه 12 تا 37 میلیمتری شلیک کردیم به بدنه گرفت. خب خیلی کم میرفت داخل، هیچ، بدنه سنگین قطر بالایی داشت. یادم میاد تماس گرفت آقای گرد، گفت چی کار کردی؟ گفتم ما شلیک کردیم، ما هنوز شلیک نکردیم، بیژن تموم کرده بود. اومد کنار من پرید، گفت که به جای حسن نشست، به جای حسن نشست، فرمان هدایت کشتی رو خودش بده. این قایق و این ناوچه رو چسبون با کشتی، یعنی لوله 37 میلیمتری رو چسبون به کشتی، داشت آتیش میگرفت. گفت حالا منصور شلیک کن. منو دست گذاشت رو دست فایر، خودش اومد بالا، سرشو بالا گرفت. یادم میاد زمانی که من فایر گرفتم تمام این بلوله ها رفت، این موشکا رفت، صورت بیژن سوخت، آتیش اومد.
داخل که پرت شد توی یه گودینی توی شناور قرار گرفت. وقت بلند شد گفت آفرین دمت گرم. عمق دریا نزدیک ورودی های رأس التنوره عربستان کشتی انگلیسی رو با پرچم انگلیس و اسم انگلیسی و مالکیت انگلیس رو مورد سوال قرار داد. چرا هم توی عربستان بود توی رسانه های دنیا مخصوصا خیلی سر و صدا کرد. یک عبارتی هم رو خانم تاچر حالا ترجمه فارسی که شده بود اینطور ترجمه شد که این برای انگلیس سخت و غیر قابل قبول است در روز روشن به کشتی های انگلیسی در وسط آبای خلیج فارس تجاوز بشه. ماجرای ایرباس و ماجرایی که پیش اومد این زدن ایرباس از استحصال امریکایی ها این کار کرده. یکی از حقارت ها و یکی از جنایت های امریکایی ها زدن هواپیمای مسافری خاک بر سرشون کنند. این همه دبدبه و کبکبه و ناو و هلیکوپتر و هواپیما و الکترونیک حرف ها رفتن یکی هواپیمای مسافری زدن. فرمان موشک رو شلیک کردیم، یکی در مانور شهادت در محضر حضرت آقا که اون زمان رئیس جمهور بودن در مانور شهادت شلیک کردیم. 17 فروند عملیاتی که از این 17 فروند الحمدلله تونستیم دو تا سیلی محکم هم به آمریکایی‌ها در همین موضوع بزنیم، یعنی با همین موشک دو کشتی که در واقع کشتی سونگاری
و سیول سیتی. اندر احمدی 14 کیلومتر از ساحل کویت دورتر داخل آب. تعداد کشتی نفتی اینجا بودن، چند تا ناو امریکایی اینجا بودن و تعدادی از اون کشتی هایی که از اون 11 تا کشتی که تحت اسکورت امریکایی قرار داشتن و تغییر پرچم از کویت به امریکا داده بودن و که نفت امریکا نفت کویت رو ببرن. روز 23 مهر سال 66 یکی از این کشتی ها مورد حسابات دارد، کشتی به اسم سونگاری. خب دیدید که دم چیز دم کاخ سفید یه تیرون است، رئیس جمهور امریکا از در میاد بیرون پشت تیرون قرار یه با خبرنگار صحبت میکنه. تعداد زیادی خبرنگار اونجا جلو کاخ سفید از ریگان پرسیدن که آقای رئیس جمهور، در حالی که تعداد ناوهای شما بغل سکوها بودن، ایران موشک اچ‌5-2 شلیک کرده، اونا خب فوری به ما نسبت دادن، گفتن که ایران موشک اچ‌5-2 شلیک کرده خورده به کشتی امریکایی و شما هیچ کار نکرد. خب بوش چیز ریگان غیر از اینکه رئیس جمهور قبلش خود هرپیشه بود، خیلی با شکل شمال و هرپیشه گفت که ناوهای ما در اونجا مستقر بودن، وظیفه ای نداشتن از غیر از اون 11 تا کشتی حمایت کنن، ولی ما ناوهامون که مشکل نداره برای اینکه اچ‌5-2 رو چیز کنن. خیلی از این قیافای بیست ساعت بعد یه موشک دیگه رفت تو همین منطقه روز قبل، این دفعه موشک دوم به کشتی سی اویل سیتی اصابت کرد. کشتی سی اویل سیتی یکی از همون 11 تا کشتی بود که تغییر پرچم دادن و دیروز رئیس جمهور امریکا گفته بود که ناوهای ما موظف هستن که از این کشتی ها حمایت کنن و مراقبت کنن که مورد اصابت قرار نگیرن. فردا صبح باز دوباره همون اتفاق افتاد، خبرنگارات جلو کاخ سفید یکی از روزهای استئصال رئیس جمهور. امریکاییان باید اذعان بکنن که نقش اساسی رو که برای هلیکوپترها قائل بودن در تهاجم به شناورهای کوچیک، در اون روز مشخص شد که نقشی بی اثر هست و ما تونستیم با رزم مقابله‌ای که با اونها داشتیم یکی از هلیکوپترها را بندازیم. قطعات از هلیکوپتر پیدا شد. اون شب شهید مهتبی اینو برای انجام عملیات خاصی نرفته بودن، بلکه برای همین موضوع کنترل رفته بودن، نظارت و کنترل تو منطقه، و این امریکایی ها بودن که ابتدا به ساکن حمله کردن به شهید مهدوی اینا. یعنی شهید مهدوی اینا رفته بودن تو منطقه شمال شرقی جزیره فارس، شمال غربی جزیره فارس، شمال غربی جزیره فارس، و اونجا یک بویه بود چون موقع نماز اینام شده بود، وایستن برای نماز. بعد از نماز اینام ایستاده بودن تو دریا ها، تو دریا چسبیدن به اون بویه که در وسط دریا بود برای اینکه شام و اینا هم بخورن. بعد از این یک بار امریکایی یک هلیکوپتر امریکایی به شناور شهید مهتبی اینا حمله میکنه. رو 7 دقیقه یا 8 دقیقه زمان، به 10 دقیقه، یعنی که ما دارم میگم چون با بیژن داشتم صحبت میکردم ساعت بود داشتم نگاه میکردم، یه صدایی از طرف دریا شنیده شد، یعنی از طرف عربستان یا از طرف ناوگان آمریکا که به اصطلاح بودن، از اون ناویل هر چیزی هلیکوپتر یه صدای ما شنیدیم. سریس بیژن گفتم بیژن یه صدای زنبور شکلی یا به صدای وزوز داره میاد داخل دریا. صدای هلیکوپتر برای مشخص بود چون دو سه تا هلیکوپتر که ما قبلش دیده بودیم صداش برای ما مشخص بود، ولی هلیکوپتر اصلا صدا نداشت. هلیکوپتر ام جی دیفندر یک هلیکوپتری است که
ساختار سنجاقک داره، هلیکوپترهای موسوم به سنجاقک که هلیکوپتر بسیار ضربتی و عملیاتی هست، موشک‌های پیشرفته استفاده می‌کنه این هلیکوپتر. اما چون پنج ملخه هست، یعنی پنج ملخ داره بالاش و سیستم روتور اون جوری طراحی شده که حداقل صدا رو داره و تا بالای سر شما روی شناور نیاد، شما اصلاً صدای این هلیکوپتر رو متوجه نمی‌شید. از این هلیکوپتر در منطقه استفاده کردن برای اینکه در عملیات شبانه بالای سر قایق‌های ایرانی بیان و بتونن قایق‌های ایرانی رو شکار کنن. به هر صورت ما همینطوری گفتیم بیژن آماده باشه. اینا یعنی چیزی که دارم میگم کمتر از یک دقیقه زمان. مدیوی گفت بچه‌ها آماده باشه، یه صدایی بیاد مشخص صدا از کجاست. هیچ کشتی هم اونجا نزدیک نبود که تو آب را رد بشه. ما همینطوری که داشتم دختر دریچه بیژن سری نگاه بکن، بیژن سری جستجو بکن، اینو نگاه کن، این صدا از کجا میاد؟ اصلا این صدا نه صدای هلیکوپتره. که متأسفانه ما زمانی متوجه شدیم که اولین قایق ما خورده شد. حدود یه چند لحظه که دور شد دیگه تو همین وضعیت بچه موشکی بلند شدن، موشک رو برداشتن، فقط چرخیدن. موشک که شلیک شد بعدش یه انفجار عجیبی داخل آسمان تو دریا پدیدار شد. صدای انفجار هلیکوپتر و خوشحالی بچه ها و صلوات و تکبیر بچه ها گفتن. تو همون لحظه اینقدر خوشحال شده بودیم که هلیکوپتر خورده شده، به خیال دیگه تمام شد. خرسند نشدن که موشکی برای آماده کنی حتی برای بزنی، چون اونا آرشی به هم بود به حالت تهاجمی قرار گرفتن، شروع کردن با قریب رو موشک مارو زدن. توی وضعیت نادر داشت دور میزد و شلیک با کالیبر نوشیکا انجام میداد که مجید مبارکی پشت کالیبر بود و شلیک میکرد، بی هدف شلیک میکرد چون هلیکوپتر دیده نمیشد، فقط به صورت گرد شلیک میکرد که بتونه منطقه را امن بکنه تا بتونه بچه ها رو نجات بده. توی وضعیت آقای مهدوی با بیژن گرد با بچه ها میتونستن فرار کنن، میتونستن به هر فکری فرار کنن، تجدید قوا بکنن، یه کاری انجام بدن، ولی ما میدونستیم که نادر به هیچ وجه بچه ها جدا نمی کنه، چون روی نادر با بیژن ما کاملا آشنا بود. موندن مردانه جنگیدن، میخوام بگم با کمترین امکانات، یعنی یه دوشیکا با سه هلیکوپتر درگیر بودن، میزدن. بعد از یه چند دقیقه کالیبر بیژن متاسفانه برای مجید مبارکی متاسفانه صداش قطع شد، به وسیله یه موشکی که خورد به ناف شد صدا قطع شد. صدایی که قطع شد بعد از چند لحظه تق تق صدای کالیب شنیده میشد، حالا چند مدت پیش ما بین بچه ها جمع شده بودیم دقیقا یادشون میاد، صدای تک تک کالیب شنیده میشد. یعنی هنوز یه امیدی به ما بود که مثلا ما آنها احتمال دارن بتون از محرک خارج بشن، که متاسفانه این تک تک گلولم صداش قطع شد با موشک دوم و نافچم مورد حسابت قرار گرفت. تو موهای من چون من بوده یکی ماه خورده تو منطقه بودم، موهام خیلی بزرگ شده و دست ناخت تو موهای من، من کشید بالا اینطوری، چون تو آب هستی سباکی میای بالا، بعد محکم صورت من رو زد به لب شناورش فلزی، ما رو بردم بالا، بردم بالا رو دک نافچه خوابوندن. رو دک نافچه جایی که حیات نافچه به اصطلاح هست، اینا سنگریزهایی با رنگ سیاه قاطی کرده بودن میزدن که لیز نخوری، به سنگای ریزیه به خاطر لیز خوردن تو دریا. ما رو خواباندن، به منزی که ما خواباندن شروع کردن با خنداق هسته و لگد و مش زدن. تو همین وضعیت هم ناراحت بودم هم میخندیدم، واقعا میگفتم اینا چی دیدن دور ما؟ این وضعیت بدن ما وای زدن وای خنداق هسته اصلا این دلیلی نداره، زدن دیگه. حالا بر صورت شروع کردن زدن، ما آتش آب زیاد داشتیم، داد زدن که بابا آب برام بیارین. اینا که زبون ما نمیدونستن، ما فقط یک کلمه حالا واتر، اینم حالا بر صورت همه ما بلدیم، ما شروع کردیم گفتیم که واتر بیاری، بر صورت یه لیوان آب گذاشتن 2 متری ما، بعد به اشاره گفتن که قلب بزن بر طرف آب. خودت شاید ما 2 متر تا رسیدیم به آب، آتش آب زیاد بود در اثر سوختگی، تا به آب رسیدیم میتونم بگم حداقل 15 تا لگد ما خودم تا به آب رسیدیم. لگدایی که میزدن توله بدن توله سوختگیمون میترکید و عجیبی آبی که خارج میشد سوزش داد، ولی ما آتش آب هم زیاد کرد، با آب رسیدم، با هر زجری بودی آب خوردم.
با جوهش من زمانی که سوال میکردم ما خودمون با ما یه شخصی معرفی کرده بودیم، اینا وقتی سوال از ما میگرفتن هیچ چیزی که به اصطلاح به خودشون میصرفید دارشون هیچ، اگر که با به دلشون نبود به قولی شروع میکردن اذیت کردن. حالا اذیت کردن چجوری بود؟ ما پانسمان نبودم زمان سوختگی، معمولا آزاد میذاشتن که بتونن مداوا بکنن به اصطلاح. از یه طرف مداوا میشد، از یه طرف میابدن اذیت میکردن. اذیتشون اینطوری بود، یه سوال که میکردن جواب نمیگرفتن، این دست ها رو میگرفتن فشار میدادن با دو دست که تاول میترکید. مخصوصا روی دو تا دست و بدنم بیشتری کار میکردن، صورت دیگه جایی نبود که اذیت کردن واقعا. دست هام و بدنم به معنی که فشار میدادن تاول میزد بیرون، بخون و چرک میزد بیرون، که هرچی زجه میزده میگفتیم این کار نکنین. اینا که صدای ما مترجم موقع نبود، همه خودشون. بعد دوباره بعد از این میرفتیم داخل، دوباره پانسمان میکردم مرتب، دوباره ساعت نمیگذاشت، دوباره همین کار شروع میکرد. بازجویی که ما رو بازجویی کنه تو اتاق، برای ما رو برای درمان برده بودم، کار درمانی انجام بدن چون پامتیر خورده بود. اون بازجو پای من فشار میداد به دور از چشمان تیم پزشکی. در چیزی که ما مد نظر اونا بود و ما خیلی کنجکاو شده بودیم، به دنبال نادر بود. یعنی کلمه نادر، اسم نادر راحت میگفتن، حتی چهره نادر هم بعضی وقتا یکیشون اومد بازجویی بود ایرانی بود میگفت یه ریشیه، یعنی میدونستن نادر کیه. یعنی واقعا ما خودمون میدونستیم نادر چه کار بزرگی داره تو دریا انجام میده. اول رو تهدید، تهدید بعد تطمیع، و وقتی ناامید شد ما تر دوستی ریخت، گفتش هر کشور دوست داری ما شما فقط بیا پناهنده شو دیگه. بعد از ده روز که بازجویی شده بودیم اومدن ما رو بردن کنار بچه ها، ما رو از طریق صلیب سرخ اول ما رو بردن با هلیکوپتر بحرین، از بحرین با 330 ما رو بردن با عمان مسقط، در واقع تحویل نیروهای ایرانی دادن. پیکر مطهر شهید مهدوی رو وقتی آوردن میخای خیلی بلند توی بدن این بود، نشان میدید که این فرمانده دلاور، این سردار شهید زنده بوده و به شهادت رسوندن. چیزی که من خودم دیدم، البته خب اون روز من یه حالت دیگه داشتم، نگاه به جسد که کردم خیلی از جسد سبز شده بود، یعنی جسدش سبز شده بود. وقتی که رفتیم تو معراج دیدیم شهید با قول ما چهار دست و پا روی همدیگه با طناب لاستیکی نایلونی محکم بسته شده بود. چیزی که گفتم هاموجا خاطرم هست، گفتم که به جز این ازت انتظار نمی رفت. شهید مهدوی به دید و ذهن ما و چیزی که در ورود ما شکل گرفته نقش بسته، شهید مهدوی به عنوان رئیس علی ثانی که نه تنها نیروی درگیر در مجموعه سپاه جهانی ما ازش یاد میکنه. هر عملیات میشد، هر کارش بود، من ازرمیت و مارمیت بنا کردن الله رما، ما اسمش گذاشته بود ازرمیت و مارمیت. تا میومد تو جمع بچه ها مینشست بگم ازرمیت و مارمیت اومد. حالا بیژن گور خدا رحمتش کنه میگه آه الان برام برنامه داره از رمیت و ما رمیت اومد.
139 تا عملیات مقاومت مصر است. و این در حالی بود که امریکایی‌ها طرف بودن. اگر چنین عملیاتی با اون ذریبه از قابلیت نیروهای خودی در صحنه انجام نمی‌شد، دفاع مقدس به شکل دیگه‌ای با مخاطرات و سازوکارهای دیگه‌ای به پایان می‌رسید. امریکایی‌ها این جمله رو تو همین ایام میگن، تو ایام آخر بهار سال 66، که ناوهای اعزامی ما به خلیج فارس نه تنها قادر نیستن ماموریت‌های محول را انجام دهند، بلکه حتی قادر نیستن از خود در برابر قایقاتون رو دفاع کنن. نشانه این هم هست تو فیلماش، شما الان میتونید برید پیدا کنید نگاه کنید. نشانه این چیه؟ امریکایی اومدن ابتدایی ترین کاری رو که یک کشور، حتی کشور بسیار کوچک و ضعیف میتونه انجام بده، اون کار رو بهش دست زدن. دور تا دور ناوهای جنگی گونه شن چیدن، گونه شن، پشت گونه شن یه تیربار گذاشتن، پشت تیربار یه نفر امریکایی داشت. یعنی کاری که نه کشور اصلا نمیخواد، یه گروه کوچک نظامی که درست میشه همین کار رو میتونه بکنه دیگه. چرا؟ چون همه اون چیزی که در روی ناو بود دیدن به کار نمیاد علیه شناور تامجو. آمریکا استراتژی داره، استراتژی حمله، و اگر کشور دیگه‌ای که کشور دشمنش است اگر استراتژی متقابل یعنی کانتر استراتژی رو داشته باشه، امریکا ناگزیر هست استراتژی حمله خودش رو بازنگری بکنه. خودشون دارن میگن که اتک یور انمی، به دشمنت حمله کن. اتک یور انمی، به دشمنت حمله کن. اف هی فلیز، اگر فرار کرد، پرسو هیم، دنبالش کن. اف هی ریتالییت، اگر جلوت وایستاد، تو فرار کن. انفجار یه بمب با 20 کیلو مواد منفجره چقدر خسارت میزنه؟ 130 تا کشته، 160 تا زخمی، 20 تا جنگنده رو کاملا نابود میکنه. 20 کیلو مواد منفجره. حالا سر جنگیه یه موشک مثل خلیج فارس چقدره؟ 650 کیلوه. خودتون حساب کنید، بالاخره حداقل 30 برابر این انفجار مهیب‌تر خواهد بود. شناور در سرعت 80 نات دریا، شناور بسیار تند رو از آرزو هست که امریکایی ها دست بهش نخواهند. اینطوری هم نیست که خیال کنید که آمریکایی‌ها میتونن بزنن و فرار کنن، همونطوری که حضرت آقا فرمود. اینطوری نیست. باور کنید که خلیج مکزیک هم بریم دنبالشون و میزنن. این نه شعار، عمل هست. ایرانی‌ها رو باید شناخت کنید. صبحدم را جوانی از تبار رئیس علی ها،
نشان دست خست بالاتر علم را به دستور دل و فرمان خورشید درون سینه‌اش آیات امید بلند میراند و در دریای تاریک چنان نور شقابی میدرخشید شبی خون زد به دشمن شیر چالاک صدای نرش رفته بر افلاک به خاکت افکنم ای خصم دیرین غرورت بشکنم ای دیو ناپاک غرورت بشکنم ای دیو ناپاک بیهود افسانه تویی زین خانه بیگانه مرا این مرز برگ و بر مرا این خاک لعل و زر منم جاشوی این بندر من آسان بگذرم از سر من آسان بگذرم از جان منم جاشوی این بندر منم سلمان منم بوزر تو بوجهل ستم پرور منم آتش منم اخگر تویی همزاد خاکستر من آن تیغ اول فصلم من آن تیغ اول فصلم تو جوشن زاده کافر تو باشی گردر خیبر منم سرپنجه حیدر منم سرپنجه حیدر منم سرپنجه حیدر